درود به بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با یه برنامه زنگ سلامت دیگه در خدمت شما امروز میخوایم راجب به بیماری ها و ناراحتی های ناشی از مشاغل کاری براتون صحبت کنیم در واقع همونجوری که تو بحث های قبلی اشاره کردم موضوع سلامت یه موضوع خیلی وسیعه و اگه بخوایم اینو تو جزئیاتش بریم میفهمیم که چقدر سخت این مدیریت سلامت و سالم زندگی کردن به همین دلیل من سعی میکنم در هر برنامه به یه سری راه روش های کوچک ولی مفید اشاره بکنم که شاید شما بتونید اینو در زندگیتون به یک طریقی ازش بهره ببرید ببینید مسائل مهمی که سلامت ما را تعیین میکنه و منجر به سلامتی میشه در دراز مدت یکیش غذای مناسبه که همون تغذیه میگن و دیگری ورزش و کار مناسب دیگری مسائل اعصاب هست و مسائل ریز و درشت زیاد دیگه هستن که تو سلامتی ما تاثیر به سزایی دارن و به همین لحاظ ما هممون به یک نحوی هر گوشه ای از این مسائل رو میخوایم درست بکنیم و به سلامتیمون برسیم میبینیم که از یه جای دیگه متاسفانه نمیتونیم جبران کنیم و یک جای میلنگه همیشه در واقع به همین دلیل اینه که ما باید اولویت اصلی زندگی رو به نظر من به سلامتی شخص خودمون بدیم چون اگه سالم نباشیم نمیتونیم به کار و مسائلی که باش روبرو رو میشیم خوب حلاجی کنیم و خوب بتونیم از پس اینا بر بیایم این سلامت روح و روان و جسمه که باعث پیشرفت شما در تمام مسائل دیگه کاری و زندگی و خانوادگی و غیره میشه پس به همین دلیل سلامت رو من خواهش میکنم که تو اولویت اول بذارید و همیشه این پنج تا مسئله تغذیه مسائل روانی مسائل ورزشی و مسائل کاری را بتونید بهش تمرکز کنید و هر از چندگاهی هر هفته دو هفته ماهی یه دفعه حداقل بشینید و با خودتون یه مروری بکنید ببینید که تو این یه ماه گذشته شما چه کارهایی کردین که به سلامتی شما کمک کرد و چه کارهایی کردین که به سلامتی شما کمک نکرد یا مضر سلامتی شما بود به همین دلیل خواستم یه مقدمه گفته باشم بر اینکه سلامت و سالم زندگی کردن خیلی سخته و یه چلنج بزرگی در واقع هممون به یک طریقی باش درگیریم و به یک نحوی همونجور که اشاره کردم هر گوشه رو میگیری یه گوشه دیگه میلنگه به هر حال امیدوارم که این اولویت اصلی شما باشه و بتونید که بهترین زندگی رو داشته باشیم با شادی و خرمی و موفقیت. بحث امروز ما راجب به مشا... مشا... ها و بیماری های ناشی از مشاغل کاری است. این مبحث خیلی وسیعه و امیدوارم که در طی یکی دو جلسه کلی از این مسائل بتونیم براتون بشکافیم و بررسی کنیم و راه حل ارائه بدیم. ببینید مشاغل کاری وقتی ما صحبت میکنیم همونجوری که من تو برنامه قبلی اشاره کردم کار یک نوع فعالیت فیزیکی بدنه که جزوی از حرکت و ورزشه ولی متاسفانه چون به طور مداوم رو هر روز و در طی هفته و ماه ها و سال ها تکرار میشه دیگه از اون حالت حرکت صحیح و و مناسب برای بدن که از, از ورزش اون از اون نام میبریم در میاد و میشه مشکل کاری که اثرات خیلی زیادی رو دستگاه اسکلت شما رو دستگاه اعصاب شما رو دستگاه تنفسی و گردش خون شما میذاره و در نهایت منجر به خیلی از بیماری ها میشه اگه بخوایم به این مشاغل از این مشاغل اسم برم تقریبا هممون به هر نحوی هر کاری که انجام میدیم دچار این بیماری ها میشیم و اگه بتونیم به موقع و به بهترین وجه با این بیمار... مسائل برخورد کنیم میتونیم خیلی از این بیماری ها را پیشگیری کنیم شما میتونید از رانندگی از کارهای دفتری کارهای با کامپیوتر مشاغل مثل دندانپزشکی مثل وکلا مثل کسانی که از صبح تا شب از یه گوشه به یه گوشه دیگه میدونن از خیلی هر مش شغلی را شما در نظر بگیرین به نحوی باعث در واقع repetitive تسک میگن تکرار یه سری از حرکت های کوچک و بزرگ که در نهایت منجر به فتیگ در واقع همان خستگی و کوفتگی میشه از کارگری که تو باغ کار میکنه از کسی که دنبال کارهای متفرقه بیزنسی هست هر کاری در نهایت وقتی به طور مداوم تکرار میشه در طی ماها و روزها این به خاطر یه سری دلیلایی که بعدا براتون توضیح میدم باعث یه سری ناراحتی ها و مشکلات جانبی میشه در این جلسه میخوام به مشکلات ناشی از مشاغل کامپیوتر در واقع تمام کسانی که با کامپیوتر سر و کار دارن که این دلیلم که این بحث رو انتخاب کردم برای این جلسه اول مشاغل کاری بخاطر خاطر اینکه چیزیه که تمام ماها تقریبا به نحوی با کامپیوتر صبح تا شب سر و کار داریم در واقع وقتی میگم کامپیوتر فقط این دسکتاپ یا لپتاپ معمولی نیست الان ده ها رقم تبلت اومده ده ها رقم موبایل دیوایس اومده تمام اینا شامل حال این بحث کامپیوتر میشن که اگه لازم شد یک جاهای اشاراتی به تفاوت های این مشکلات حالا مختص به کامپیوتر یا لپتاپ یا تبلت و اینجور چیز هم اشاره می کنم. ببینید دو تا مشکل اصلی داریم وقتی که راجب به کامپیوتر و ناراحتی ناشی از کامپیوتر صحبت می کنیم. یکی عدم حرکت و دیگری تکرار حرکت ببینید عدم حرکت یعنی اینکه شما پشت میز میشینید و در طی روز ده ها ساعت یا ایمیل چک میکنید یا میخونید یا تایپ میکنید یا می, یا, می, کنید یا, می یا در مرتب با کامپیوتر در حال کارید فرض کنید یا نفری که تو بانک کار میکنه در نظر بگیرید پشت دفتر نشسته صبح تا شب تق 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 همینجوری میزنه و عدم حرکت که میگم یعنی چی یعنی که من همینجوری که الان میبینید ثابت نشستم و تک تو که گردنی برمیگردونی به طرف همکارت یه چیزی میپرسی یا یه حرکت خیلی جزئی دارین شما و در کل که به این شخص نگاه کنی شما در طی این ده ساعت شاید مثلا دو سه دفعه پا شده رفته یه پاوزه خیلی کوتاهی داشته یکی دو دقیقه ای ولی از ده ساعت بر ه هشت ساعت شو پشت کامپیوتر نشسته و, و تمام بدنش تقریبا میتونه بگی هیچ حرکتی نداشته در واقع اون حرکتی که نیازه برای بدن در طی زمان مرتب انجام بشه رو ما ازش میگیریم با پشت نیز نشستن و استفاده از کامپیوتر مشکل بعدی انجام یه سری حرکت های تکراری هست که میگن repetitive task به اصطلاح انگلیسی ببینید شما تنها حرکتی که دارین پشت کامپیوتر وقتی نشستین تایپ کردن و حرکت کار با ماوس و و در واقع همینه یه حالا شاید یه دو تا پوشه از بغلتون بردارین بذارید این ولی اون ور. ولی حرکت اصلی که شما در طی اون 7 ده ساعت کاری انجام میدین یه سری حرکت های خیلی ریز جزئی با انگشتاتون که در نگاه اول خیلی چیز ساده ای به نظر میاد میگه خب با یه انگشت یه تایپ میزنی فشاری وارد نمیشه به بدن که ولی متاسفانه مشکل خیلی وسیع از این است. مشکل خیلی بزرگتر از اینه و یکی دو نفرم از این مشکل رنج نمیبرن تقریبا میتونیم بگیم تمام دنیا این مشکل رو داره و یکی از مسائلی شده که در حال حاضر تحقیقات خیلی رو این کار میکنه و موندن که به چه طریقی این مسائل رو حل کند و متاسفانه اینم مثل همون موضوع سلامت هر جاشو میگیرن یه جای دیگهش میلنگه حالا من براتون توضیح میدم که دلیلش چیه ببینید برگردیم به اون دلیل اول که عدم حرکته حالا یکم بریم تو جزئیاتش وقتی که همونجوری که تو برنامه قبلی اشاره کردم بر بدن ما به حرکت نیاز داره تا بتونه خوب و سالم بمونه وقتی که ما این حرکت رو ازش میگیریم حالا به هر دلیلی و هر حالتی باشه یا یه نفر تو تخت بیمارستان یه هفته میخوابه حرکت نداره یا یه نفر دستش میشکنه تو گج میذارن حرکت رو ازش میگیری یا شما پشت میز میشینی حرکت رو ازش میگیری تمام اینا حرکت بدن رو کم میکنن و تحقیقاتی که انجام دادن رو دست شکسته و دست سالم حتی موقعی که یه دستی میشکنه تو گچ میذارن وقتی بعد 6 هفته باز میکنن میبینن که این دست نصف این دست شده اندازش و قدرتش و همه مسائل دیگرش پس این نشون میده که عدم حرکت چه مشکلاتی پیش میاره وقتی که به طور ساکن یه هفته پنج روز ده روز یه جایی از بدنتون یا کل بدن رو حرکت ندین و اکثر شما به نحو اینو تجربه کردین به همین دلیل نشستن پشت میز و کار کردن با کامپیوتر در طی روز و در نهایت دراز مدت مسائل خیلی بزرگی میتونه برای شما پیش بیاره و همونجوری که گفتم یکی از دلایل اصلیش عدم حرکت کافیه خب این عدم حرکت چه کار میکنه؟ یکی خشکی و التحاب ایجاد میکنه تو مفاصل و مایچه ها تو تاندون ها تو لیگامنت ها و از اون ور مایچه هاتون اون حالت فلکسیبلیتی در واقع انعطاف پذیری را از دست میدن به خاطر اینکه در ده ساعت برفرد شما شونت رو تکون ندادی و اگه این یه روز بود یا مثلا دو ساعت با کامپیوتر کار کنی شما بعدش برین دنبال یه کار دیگه خب طبیعیه که اثرات زیادی نمیتونه داشته باشه ولی برای کسایی که روزی 5 6 ساعت حداقل با کامپیوتر کار میکنن این یه مشکل خیلی بزرگی شده و تحقیقات زیادی هم اینو ثابت کرده من در طی چند ماه گذشته راجع به این یه تحقیقات خیلی زیادی خودم انجام دادم و در واقع خواستم عوامل و مشکلات ناشی از کامپیوتر رو ناحیه گردم و دست ها را بررسی کنم و آنالایز کنم و وقتی که میری اینو به طور عمیق مطالعه میکنی اصلا باورتون نمیشه که چقدر مشکل بزرگیه و اگه ما به موقع اینو نتونیم به طور خوبی مدیریت بکنیم متاسفانه من شخصا میتونم بگم در طی 20 سال آینده شاید 50 60 درصد از کسانی که با کامپیوتر کار میکنن یه سری معلولیت ها و دیسیبلیتی های خیلی زیادی و بزرگی خواهند داشت این به طور قطع خواهد شد مگه این که،, که, اینو از همون اول یا همین الانی که بر فرس این برنامه رو میبینید شما یه فکری به حالش بکنید و راه حلم هم داره البته من اینم بگم که میتونید خیلی از این ناراحتی ها و درد های نایه گردن و دست ها را تا حداقل 80 90 درصد شما کم کنید با یه کار خیلی ساده خب مشکل دومی پس گفتیم مشکل اول عدم حرکت بود مشکل دوم تکرار یه سری حرکت ها در طی روز و ماه ها و سال ها ببینید وقتی که شما تایپ می کنید اینو تحقیقات ثابت کرده که نیروی خیلی کمی که به انگشت شما وارد میشه شما این نیرو را در یکی دو دفعه اگه بزنید هیچ حس نمی کنید خب این طبیعیه ولی در طی ماها و سالها وقتی این نیروها به بدن وارد میشن رو هم دیگه انباشته میشه انباشته میشه و در طی یه سال یا دو سال یا سه سال بس که داره در چه مدت زمانی بخوای اینو محاسبه کنیم مثل اینه که یه وزنه چند کیلوگرمی رو شما یهو بلند بکنید یعنی این نیرو این از نظر علم مکانیک هم درسته وقتی که رو هم دیگه جمع میشه جمع میشه در نهایت به یه نیروی خیلی بزرگی تبدیل میشه و مشکل اصلی دیگه نشستن پشت کامپیوتر مشکل حالت یا اون پاسچر بدنه ببینید وقتی شما پشت کامپیوتر میشینید تمام در مخصوصا کسایی که آگاهی نداشت باشه من خب الان یکم صاف نشستم ولی اکثر مردم رو شما نگاه کنید یا قشنگ لم دادن به عقب یا خم شدن به جلو حتی در حالت خوبم که شما بشینید هنوزم کلی از قسمت های بدنتون در یه حالت نامتعادل قرار داره به عنوان مثال به از کمر شروع می کنیم که همجوری که گفتم اگه به جلو خم بشین یا به عقب خم بشین اون شاغول ستون فقرات به هم میخوره و نیروها خیلی اثرات بدی میتونه براینده نیروها رو قسمت نایه اسکلت شما در نایه کمر و بالا شونه ها داشته باشه مسئله بعدی خود گردنه گردن شما ببینید حالا بعدا خواستین این امتحان کنید شما اگه حتی همون حالت صاف هم نگه دارید بهترین حالتش بازم به شدت درد میگیره بعد حتی یکی دو ساعت من امتحان کردم که میشینه یه کاری بکنی با کامپیوتر متوجه میشی بعد یکی دو ساعت یعنی به این سریع حالا فکر کنی یه نفر پنج سال ده سال بیست سال سی سال میخواد با کامپیوتر کار بکنه دلیلش هم گفتم که اون پاسچره حالت ایستادن و حتی اگه در حالت درستم باشین یک سری نیروهای دیگه ای ب... الان همی الان که من گردن من تحت فشار یک نیرویی هست به... که نیروی استاتیک فورس میگن در واقع نیروی که بدون حرکته ولی چون اون مایچه ها مداوم باید گردن من رو در این حالت نگه دارن مرتب تحت فشارن و در واقع مرتب دارن کار میکنن و همونجوری که گفتم وقتی از یه مایچه یا یه باف شما بیش از حد کار بکشید باعث جراحت میشه مسئله بعدی که اینم اضافه کنم راجع به گردن که تحقیقات نشون داده که اکثر مردم یا گردنشون یکم به عقب یا به جلوست و اینم بر میگرده به ستینگ در واقع اون طراحی میز و کامپیوتر و وسایل استفاده وسایل کارشون برمیگرده ببینید اگه من کامپیوتر رو جلو بذارم خیلی طبیعیه که تو زاویه دیدمه و خیلی راحت تر میتونم کار کنم ولی به عنوان مثال که الان اینجا گذاشتم اگه بخوام اینجوری برگردم مرتب کار کنم خب تمام نیروها چون در علاوه بر اینکه گرد من باید صاف واشته، به این ورم مایچا باید کنترل کنم و اینو نگه دارم پس دو ساعت یا پنج ساعت یکی دیگه از مشکل گردن به جلو خم کردن این که پیش میاد این موقعی که شما با موبایل یا با تبلت استفاده می کنید و به همین دلیل یکی از برتری های استفاده از کامپیوتر معمولی به تبلت و موبایل و حتی لپتاپ اینه که گردن شما در یه حالت درستری قرار داره تا نسبت به موبایل و تبلت برای اینکه هر وقت شما دقت کنید تبلت یا موبایل استفاده کنید مجبور میشین خم بشین به جلو و این خم شدن اول از گردن شروع میشه و همین که به جلو خم میکنید باز ده ها برابر نیروی بیشتر به گردن تو وارد می کنید ببینید همونجوری که من تو قبل برنامه قبلی اشاره کردم وقتی شما این ستون فقراتو در حالت درست و شاغول نگه دارید این کلی از نیروها را به نحو درستی هدایت میکنه و نمیذاره مشکل ایجاد بشه ولی وقتی در یه حالت حتی نیم درجه شما اینو به چرخونی یا به جلو یا به عقب یا به هر طرفی این باعث میشه که فشارها چندین برابر بشه بعد گردن میرسیم به شونه شونه شما موقع کامپیوتر اکثرا تمام تحقیقات اینو ثابت کرده که یا حالت اکس میگن و ابدکشن الویشن یعنی در واقع شونه ای که باید اینجوری صاف باشه شما در این حالت یکم و یکم هم به این ور برمیگرده و از یه طرف خود شونه شما اینجوری میره بالا اینا حالت های مختلفیه که در واقع عوارض جانبی نشستن روی میز و استفاده از کامپیوتر برای چی این شونه میره بالا در این حالت به خاطر استفاده از ماوس یا تایپ کردن ببینید وقتی شما ماوس میگیرید اول کاری که میکنید اگه مخصوص جاش و نحوه استفاده ازش درست نباشه باعث اشکال در حالت شونه شما میشه و بازم برمیگردیم به با اون درست نبودن حالت شونه یعنی فشار آوردن خیلی بیشتر به شونه شما خب مسئله بعدی آرنجه آرنج هم باز تو خیلی از موقع ها یا خیلی زیاد خم میشه یا خیلی کم خم میشه و به همین دلیل باز حالت درست رو نداره و باعث جراحت های خیلی زیاد در نایه آرنج میشه قسمت بعدی بعدا که تحت فشار خیلی زیادی هست قسمت مچ دسته ببینید اولین نکته ای که خیلی مشخصه تو موقع کار از کامپیوتر میگن اولنر دیوییشن یعنی اکثرا ماوس یک این وسط نمیذارن خب یکم این بغل میذارن تنا اولین کاری که میشه این دست به اینور میچرخه یعنی انحراف به طرف اولنار این استخون رو میگن و این دوباره چه کار میکنه دوباره عدم حالت درست پس یکی دیگه انگشتان که بیش از حد خم میشن و این باز کجا مشکل پیدا میکنه موقعی که شما با موبایل یا تبلت استفاده میکنید ببینید هر کدوم از این وسایل کامپیوتری و مورد استفاده تونه که شما دقت بکنید یه سری مشکلاتی اضافه تر برای یکی دارن و تقریبا همشون یه سری مشکلات دارن و در کل میتونم بگم که کامپیوتری که روی و کیبورد جداگونه داره و ماوس داره بهترین حالته نکات خیلی زیاد دیگه ای هست که میگن ارگونومیک ستاپ در واقع مسائل چراغ هایی که از نور پردازیه در واقع میز شما کجا قرار دادن کامپیوتر همونجوری که گفتم اینجا قرار بدین یا اینجا یا اینجا اون چیزی که میذارن برای پوشه هاتون بذارین روش برفرض یه قفسه پوشه میذارین بغل یا خودکاراتون خطکشاتون اینا رو از کجا برمیدارین تمام اینا نکته خیلی ریزیه که در اون یکی دو دفعه اول خب طبیعی شما هیچ حس نمی کنید ولی شما اینو در نظر بگیرید که یه بچه ای که از الان از ماه پنجم شیشون با کامپیوتر و وسایل کامپیوتری بزرگ میشه و بچه دو ساله همتون دیدین از ماها بهتر بلده گیم موبایل رو بیاره و دانلود کنه و بازی کنه این تقریبا تا آخر عمرش که الان میبینیم خوشبختانه یا متاسفانه افراد مسن 70 80 سالم روزی چند ساعت پشت کامپیوترن پس یه مسئله ایه که تمام سن و عمر ما باش درگیریم و اگه اینو ما درست انجام ندیم حتی من به جرات میتونم بگم روزی دو ساعت کار اشتباه در حالت اشتباه پشت میز کامپیوتر یا با موبایل یا با تبلت یا لپتاپ میتونه مشکلات زیادی در دراز مدت براتون ایجاد بکنه من یه مریض بگم مثال بزنم برای تو اینکه خستگیتون در بره یه مریض داشتم یه خانم 28 ساله دو سال پیش اومد پیشم بعد این خیلی ناراحتیش زیادی داشت خیلی کمپلکس بود بیماریش که حتی قبل از اینکه پیش من بیاد رفته بود از طرف نورولوژیست رفته بود امارای مغز گرفته بود که فکر میکرد تومور چیزی تو مغزشه اومد پیش من من اسسمنت و ماینه و ارزیابی کردم و گفتم تو آرسای داره یکی از بیماری های ناشی از کامپیوتری که میگن رپتیتیو استرین اینجری یعنی همون تکرار یه سری حرکت ها در واقع به فارسی میشه و این شروع کردم به درمان اینا بعد سه چهار جلسه اومد گفت تو چرا نمیذاری من برم یه امارای دیگه بگیرم من نمیکنه برای امارای دیگه گفتم فکر میکنیم اگه نیاز داری گفت آره من فکر می‌کنم مشکلم خیلی حادتر از ایناست گفتم خب تو سه هفته پیش چهار هفته پیش امارای گرفتی چیزی نشون نداده خیلی هم صاحی و سالمی از نظر مغزی یعنی این فشارها و استرسی که این کامپیوتر به افراد میاره تا حدیه که طرفی حالت پارانوید میگیره و این خانم الان خودش به من گفت من فکر می‌کنم پارانوید شدم یعنی این دیگه در واقع قاطی میکنه اینجوری میتونم بگم انقدر فشار بعضی موقع زیاده که طرف فکر میکنه تومور تو مغزشه از درد ناحیه گردن بگیر یکم تورم تمام این بافتای ناحیه گردن شونه بگیر محدود شدن حرکت ناحیه گردن بگیر من خیلی از افراد تو سن 40 چل سال چلو پنج سال دیدم اومدم با یه ناراحتی برفرض شونه یا دست وقتی اینو خب همونجور که اشاره کردم فیزیوتراپی صفحه اولی که شما میرین تمام قسمت های بدن شما رو ارزیابی میکنه حتی شما با مشکل گردن هم برین یه نگاهی به اختلاف قد پای شما هم میندازه که یه چی در نهایت یه تصویری از کل بدن شما داشته باشه که این بعدا در ادامه درمان به دردش میخوره من وقتی اینو ارزیابی کردم این آقای پ... سه چهار ساله بود دیدم که این گردنشو به این طرف و اون طرف اصلا نمیتونه تکون بده و خودش مثلا خبر نداشت ببینید این مسئله مشکلات ناشی از کامپیوتر چون ذره به ذره بیشتر میشه و خیلی زمان طولانی میبره اینه که شما حس نمیکنید. کنید وقتی که اون خشکی مایچه ها و بافتای گردن شما زیاد میشه چون اگه این نیرو رو شما یه شبه یا یک لحظه وارد به این مایچه ها بکنید طبیعی گردنتون درد میکنه یا اصلا فشار بیش از باعث جراحت میشه و شما متوجه میشین ولی این نیروهای خیلی کوچکیه که با اثرات تایپ و نگه داشتن گردن شما به عنوان مثال در یه حالت ثابت در نهایت در درازمدت مدت جمع میشه جمع میشه و مسائل و بیماری های خیلی زیادی ایجاد میکنه پس مشکلات ناشی از کامپیوتر رو بخوام یک مرور بکنم برای شما از از دست دادن دامنه حرکت در گردن در شونه و خشکی و در واقع میگیم ما خشکی بیش از حد و التهاب بافت های ناحیه گردن و شونه در کنارش یه حالت مورمور و بیحس شدن یه سری از قسمت های دست شما از دست دادن قدرت دست بر کسی که این بیماری رو داره شما بخواید دست بدیم باش که یک تست از ما جلسه اول انجام میدیم میگیم دست بده اصلا این دستی که بیمار شده هیچ قدرت نداره دست رو فشار بده و ناراحتی هایی که تو مچ دست پیش میاد که به عنوان مثال میتونیم از کارپال تونل سیندروم ازش حرف بزنیم نام ببریم از بیماری های مختلف دیگه خیلی زیادن من خواستم در این جلسه اول راجع به بیماری های از مشاغل کاری یه مقدمه و توضیحاتی لازم و داده باشم و در برنامه بعدی سعی میکنم به یه راحل ها و درمان های مربوطه اشاره بکنم و امیدوارم که شما اینا را به یک طریقی در زندگیتون اجرا بکنید به آخر برنامه رسیدیم تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما برای اطلاعات بیشتر به فیسبوک ما و به وبسایت ما مراجعه کنید در سیر صفحه میبینید شما رو به خدا میسپارم